خواهش کنم که سوالی بپرسم. خیلی خوشحالم که تو این برنامه قرار گرفتم. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوارم. من یه خاطره فقط تعریف میکنم و بعدم یه سوال خیلی میخوام بگم که خود من با آقای رمی از سال 83 بود توی کنسرت آقای یغمایی و اون ترک زیبای شوشتری که باشون اجرا کردن و از همونجا من توجه هم به ایشون جلب شد که عجب صدای بیس زیبایی، یعنی جوری بود که کاملا واضح بود و متوجه می شدیم. تا اینکه خودم باشون در تماس شدم و تونستم یه برنامه درباره راک فارسی و تاریخچه راک فارسی بسازم و اون روزی که آقای رمضانی از نزدیک دیدم واقعا باعث افتخارم بود و باورم نمی شد که دارم ایشون رو نزدیک میبینم و خیلی زیبا بود و این همینطور که این آلبومشون هم نمیدونم میبینی در این آلبومشون هم به من امضا کردن و هدیه دادن و یکی از بزرگترین و ارزشمندترین هدیه هاست که به هم گفتن پیشکش به دوست عزیزم خانم میلنا آخر که در پروا بینن و این یکی از زیباترین انگیزه شد برای این که من بتونم این کار رو ادامه بدم و همچنان پیش ببرم جلو و انگیزه های یکی از بزرگترین انگیزه ها برای من شد. سوالی که ازتون داشتم اینه که میخواستم ببینم توی همه این سالها با همه سختی ها چی بود که نگهتون داشت و باعث شد که ناامید نشین و همچنان کار تولید کنید و ادامه بدید. بخوام خیلی مختصر بهتون جواب بدم، اصل موسیقی، یعنی فقط موسیقی بود که همیشه منو صرفا نگه داشته، زنده نگه داشته. خب بخشی از فعالیت های منو حالا تو زمینه تئاتر، سینما و گرافیک خانم روز عزیز محبت کردن خوندن، ولی اونو همیشه باشه من بوده حالا مثلا، ولی موسیقی جز لاینفک تمام فعالیت های هنری من بوده. من کار عکاسی هم میکردم، مجسمه سازی هم میکردم، ولی چیزی که همیشه از اول بوده، اگر مجسمه سازی میکردم موزیک حتما بوده، اگر نقاشی میکردم موزیک حتما بوده، اگر بازی کردم تو ذهنم داشتم فقط موزیک میشنیدم، این همیشه با من بوده. به خاطر همین انرژی به من میداد که با تمام نامهربانی هایی که با همون میشد، توهین هایی که به همون میشد، ممنوعیت هایی که داشتیم که هنوز هم داریم، متاسفانه اتفاق بدی که میفته اینی که هنوز هم تو خیلی از سبکای دیگه من میبینم واکنش ها یه جوریه که نگار مثلا حالا ما یه سرگرمی یه گوشهی داریم دیگه، یعنی به چشم یه هابی که بود بود نبود به همون نگاه میکنن. همونطوری هم که تو تعریف موسیقی راک گفتم، ما همیشه دو تا مطلب راجبش میگن، موسیقی اعتراض دیگه، همونی که داد میزنن. خب وقتی با ما اینطور برخورد میشه در امتداد مثلا سوالی که امیر خرازی اولش کرد، بازم یکی دیگه از عوامل بازدارن است. من هم میبینم که بابا من دارم این همه مثلا چند سال روی اثر کار میکنم، تمرین میکنم، یعنی خود شاهده ببینید مثلا با کابه یغمایی از سال 82 که شروع کردیم، اولین ترکی رو که به من تحمیل داد دقیقا دو شب قبل از، یعنی 26 اسفند سال 81 بود که به من زنگ زد، دو شب مونده به عید به من زنگ زد گفتش که فرشاد بیا ماکت آفتاب میشود و جمع جورش کردم، بیا به بعد گوش بکن نظرت رو به من بگو. خب آفتاب میشود آخرین ترکی بود که من تازه سال 86 تونستم برم جرأت بکنم برم تو استودیو و ریکوردش بکنم، بخونم و ریکوردش بکنم. و در تمام طول این مدت چون خودم هم استودیو داشتم دائم مثلا چون اولا بعد از ساعت کاری تا صبح خودم تک و تنها تو استودیو وای میستادم، از این طرف میذارم رو ریکورد، میدویدم تو بدروم، تو بدروم هدفونو میذاشتم شروع میکردم از اول تا آخر خوندم، میومدم استاپ میکردم دو مرتبه یه روزی که با مثلا سه مرتبه میخوندم، بعد برمیگشتم ایران تازه گوش میکردم و دیلیت میکردم، دیلیت میکردم، میخوندم ضبط میکردم دیلیت میکردم، خودم راضی نمیشدم. این یکی از عواملی بود که در حقیقت یه مقداری باعث میشد که کارا تولیدش طول بکشه.
ادامه دادن اصل منبع انرژی خود موسیقی بود و در کنارش تشویقا و محبتایی که دیگران میکردن میوردن مثلا کارا رو بیشتر میگفتن بابا پس چرا منتشر نمیکنی منتشر کن. این تشویقا باعث میشد که من فکر کنم که واقعا یه کار مهمی دارم انجام میدم و بایستی حق ندارم که پافس بکشم، خودم رو مسئول احساس کردم و میگفتم نباید من پافس بکشم، چون وقتی که ما نباشیم، من نباشم، فرشید نباشه، اردوان نباشه، بچه های دیگه، ماها پافس بکشیم، جامونو کسای دیگه ای پر میکنن که باز همونطوری که اشاره کردم داستان رو به یه سمت توی اشتباه و ناقص و کجی کلی میبرن که یه تعریف دیگه ای اصلا از موسیقی راک و متال ارائه میشه.